خاموشش کن. تو از اینکه تو تاریکی انجامش دادیم ناراحت شدی نه؟ طبیعیه، هیچ کس تو تاریکی احساس آرامش نداره. چه عصر دلانگیزی. کاش میشه تو روز روشن با پرده های باز انجامش میداد. با این حال من لذت بردم. تو چی؟ آره. این دیگه الان میتونه بره تو موزه. آخرین گلاس کریستالی که دیوید کنتلی توش نوشیدنی خورده، البته نوشیدنی سبکی بود. میدونی من همیشه فکر میکردم برای آدمایی مثل دیوید خیلی بیشخصیتیه که آلوده به فساد بمونه. همین بیشخصیتیش هم بود که کشته شد. نه، آدم هایی مثل اون جای دیگران رو تو این دنیا تنگ میکنن. برای همین هم اون قربانی یه جنایت کامل شد. مرد. ما کشتیمش ولی جسدش هنوز اینجاست. آره، ولی چند ساعت دیگه ته دریاچه هست. ولی تو اون موقع هنوز اینجاست. اون چرا خفت نمیشه؟ بهتر اینجور که خیلی هیجان انگیزتره. کاش جسدش رو از اینجا برده بودیم، کاش یکی دیگه اینجا بود. یه برای این فکرها خیلی دیر شده فیلیپ کوچولو. ترجیح میدادی که اون تو بود؟ کنت؟ نمیدونم، شاید اگه یکی دیگه اینجا بود بهتر بود، شاید هم بدتر بود، نمیدونم. خود تو مثلا برندن، میدونی من همیشه از تو ترسیدم. از روز اولی که تو مدرسه چشمم بهت افتاد ازت ترسیدم. شوخی میکنم ها، میدونی من از اینکه نمیتونم تو این شرایط مثل تو خون سرد باشم یه جورایی لجم گرفته. پس قبول داری فکر دماغانه؟ خیلی. برم نوشیدنی بیارم؟ آره، موفقه، نوشیدنی میخواد. تو یخچال کوکا گذاشتم. کی گذاشتیش تو یخچال؟ قبل از اینکه دیوید بیاد. پس معلومه از موفقیتمون مطمئن بودی؟ معلومه، من تو از کاری مطمئن نباشم انجامش نمیدم. میدونی من همیشه دوست داشتم استعداد هنریم بیشتر از این باشه. جنایت خودش یه جور هنره. قدرت ارتکاب جنایت درست مثل قدرت خلاقه یه هنرمند روی صحنه تئاتر ابنا کننده است. میدونی ما این کارو دقیقاً همون جوری که برنامه ریزی کرده بودیم انجام دادیم، بدون اینکه ذره‌ای پس و پیش بشه. یعنی چی؟ یعنی که ما به خاطر خود جنایت این کارو کردیم. به خاطر نفس قتلونو کشتیم و حالا خودمون اینجا سالم و سر حال باشیم. به نظر من حتی کوکام براش کنم. ببینم تو که نمیترسی ها؟ یعنی نبایدم بترسی. هیچ کدوممون نباید بترسیم. فرق ما با مردم عادی همینه. اونا همیشه حرف یه جنایت رو میزنن ولی ما عمل میکنیم. حالا دیگه نمیترسیم؟ نه. نه؟ اصلا؟ اصلا. حتی از من؟ حتی اصلا. از منم نمیترسی؟ از من نمیترسی؟ نه. بیشتر از کارات بهت هم میگیره. خب این دلیل مهارت منه. چه حسی داشتی برندن؟ کی؟ موقع کشتنش. اصلا یادم نمیاد حسی داشتم یا نه، تا اینکه جسدش بیحال افتاد رو زمین. اون موقع دیگه فهمیدم کار تموم. بعدش چی؟ بعدش یه احساس آرامش عجیبی داشتم. تو چی؟ برندن؟
فکر میکنی دادن این مهمونی کار درستی باشه؟ معلومه که کار درستیه. این ایده جذابی بود که لذتمون رو کنه. درست مثل امضای نقاش زیر تابلوی نقاشیش. ممکن نیست مهمونی ما رو لو بده؟ نه اصلا. ببین قبول دارم خانواده کنتین آدمای حوصله سربریان، ولی ما دعوتشون میکردیم چون پدر مادر دیویدن. آره همینم صحبت کردن باهاشون رو سخت‌تر می‌کنه. نه. جنت سرشون رو شیره میماله، شک نکن. دختره بیچاره خیلی سعی کرده دل دیویدو به دست بیاره. با این حال من مطمئنم که جنت کار دستمون نمیده. یعنی با وجود تزی که ما ازش پیروی می‌کنیم، این خودش خیلی فکر بکری بود که ما دیویدو بیاریم. چی کار میکنی؟ برو نیکیو بیار. برای چی؟ نپرس بیار. باز دیگه چه نقشه ای داری؟ روشنش کن. میخوام یه اثر هنری به وجود بیارم، یه شاهکار غرب. بیا رایلن داری شورشو در میاری؟ بابا اولشه فکر ما شما اینجا بخوریم دقیقا این رو باحال نیست؟ البته چرا چون اینطوری هم کسی نمیتونه درشو باز کنه. خب خیال نداری تحسینم کنی. چرا قطعه؟ یالا دیگه زود باشه لحظه ممکنه خانم ویلسون بیاد. یادت رفته کلیدو ازش بگیری نه؟ نه کلیدو پیش منه، بهش گفتم کلیدای خودم رو گم کردم. برندن راجب میز چه توضیحی میخوای بهش بدی؟ ساده است. ما نمیتونیم مهمونای عزیزمون رو سر میزشان تنها بذاریم. خب بعد به خود مهمونا چی بگیم؟ چه مرگته ها؟ چرا اینقدر هولی؟ چرا اینقدر دست باچه ای؟ کنتین داره میاد اینجا کتابای منو ببینه، ما واسه اینکه اذیت نشه اونا رو گذاشتیم رو میز نار. همین. چی بود؟ ویلسون رانده من نمیتونم. شانس آوردیم ویلسون اینجا نبود، چون اگه جلوی یه نفر دیگه اینجور داد بزنی درست مثل اینه که بلند بلند به جرم خودت اعتراف کرده باشی. $2 بابت پول تاکسی به من بده کاری، البته به علاوه انها. این واسش اینجاست، اگه خیابون شلوغ نبود نیم ساعت زودتر میرسیدم. الان هم دیر نیومده. به خاطر کلوچه 5 تا مغازه رفتم آقای برانده، ولی قیمتاشون وحشتناک بود. با خودم گفتم ما واسه چی با پولمون رو دور بریزیم؟ واسه همین رفتم مرکز شهر، همون فروشگاه مواد غذایی که آقای کادل همیشه میره. ولی از حالا بهتون بگم دفعه دیگه که بخواییم مهمونی بدیم من فقط میز شامو میشینم. سلام خانم ویلسون. ممکنه بپرسم چه نقشه‌ای واسه میز شام من کشیدین؟ ما فکر کردیم شما امشب اینجا بخورید. ولی ما به خدا خیال می‌کردم که میزمو خیلی عالی چیدم. آره خیلی هم خوب چیده بودیش، ولی کنتین داره میاد اینجا کتابای منو ببینه. تو که دلت نمیاد پیرمرد بیچاره اینقدر خمشه اونا رو ببینه. نه دلم نمیاد که خمشه، ولی واقعا هم عجیبه. چه عجیبه؟ عجیبه دیگه، آخه جای اینا که اینجا نیست. آره ولی بامزه نشده. درست مثل قربانگاه‌هایی میمونه که مراسم قربانی رو توشون انجام میدن. حتی میتونی غذا تو روش کپه کنی. بایدم کپه کنم، به خاطر که تو اصلا واسه من جایی نذاشتی که من قشنگ خوشگل بیام هر چیزی رو سر جای خودش بشینم. مگه نه فیلیپ؟ به هر حال یه کارش میکنی. آره یه کارش میکنی. چی کارش میکنی؟ پدر من در میاد، کتابا رو باید چیکار کنم؟ میچینی رو میز نهار خوری. راستشو بخوای فکر خیلی احمقانه ایه، منتها اینقدر اینجا کار هست که نمیتونم وایسم شاهد کارهای عجیب غریب شما دوتا باشم. کار منو دو برابر کردی. مطمئن بودم متوجه میشه. متوجه چی؟ معلومه دیگه طناب. برندن ما باید اینو قایمش کنیم. چرا؟ چرا؟ آره این یه تیکه تناب از لوازم معمولی هر خونه ای. چرا باید قایمش کنیم؟
این میره تو آشپزخونه. چیه؟ من اما بله. تو یخچال کوکا گذاشت. کوکاکولا؟ میخوای به مهمونت کوکا بدی؟ آره باحال نیست. چرا خیلی خوبه، ولی اگه از اینجور مهمونی هست منم برم به سر و وضعم برسم. آره از اینجور مهمونی هست. رابرت هم میاد. آقای کادل مرد خیلی شریفیه. من از اینکه با آقای کادل کار میکردم واقعا لذت میبردم. به نظر من اون یه جنتلمن واقعی، البته بعضیا میگن که آدم مرموزیه، ولی من اینجوری فکر نمیکنم. رابرت هم قراره بیاد. بهت نگفته بودم؟ نه نگفته بودی. آره بیا. من فهمی کردم خوشت میاد ازش. همینطورم هست. از چی؟ نمیفهمی اگه یه نفر بتونه اینجا به ما شک کنه اون رابرت کادله؟ برعکس، اگه یه نفر بتونه هنرمون رو بفهمه اون رابرته. حتی میخواستم امضا از سبت کنم. اون قوت قلب نداره. آدم خوش فکریه، ولی هیچ وقت جنایتکار خوبی نمیشد. فقط میتونست مخترع خوبی بشه. فرق ما با اون همینه. ما شهامت داریم، رابرت نداره. آقای کادل به خاطر شهامتش با شیرجنگ صدمه دیدی دیگه نمیدونه. بیا اونا اومدن وقت ما تا حاضرم نیستیم. من باز میکنم. لطف میکنی. سلام پت. بله چطور بنده؟ خوبی؟ میشه کلاتو بذاری اونجا؟ خیلی وقت بودم دیگر نمیدونی نه؟ آره خیلی وقت بود. برای همین پشت تلفن مثل احمقا داشتم حرف بزنم. این احمقا تعجب کرده. سلام کنت، از دیدنت خوشحالم. ریلی چطور دیشب خوب نخوابیدی نه؟ نه چطور؟ تو چی؟ منو که میشناسی، من همیشه زندگیم رو نظم بوده دیگه. بیا باز اولین نفر رسیدم. نمیدونم چرا تازگی هر وقت میرم مهمونی اولین نفر میرسم. شاید چون خیلی آدم بخت‌شناسی هستی. دقیقاً. چرا نمیشین؟ اینم تولد این چیزیه اینجا؟ برعکس. امشب فیلیپ به طور موقت با دنیا خداحافظی میکنه. بعد مهمونی میخوام ببرمش کانسیکا. کجا؟ کانسیکا. یه لاغ مادرم. قراره چند هفته بریم پیش مادر برندن. میخوام یه مدت خودم اونجا زندونی کنم. زندونی برای چی؟ میخواد روزی 5-6 ساعت بدون مزاحم تمرین کنه. آخه اولین اجرای صحنه میشه. آن کنسرت تو تان هال. فیلیپ، من مطمئنم تمام تماشاگرها رو مجذوب خودت می‌کنی. باحال، مرسی که منم دعوت کردی. چطور؟ میدونی اینجا شبیه یه مهمونی خدافظی جمع و جوره. دقیقاً. من و فیلیپ با یه تیر دو نشون زدیم. مهمونی به خاطر آقای کتلین هم هست. پدر دیوید. پدر دیوید. خود دیوید هم میاد؟ دیگه کیا میاد؟ نگران نباش، همه رو میشست. کتلین و زنش، جنت و چلو. برندت جنت هم گفتی؟ آره. تو کلم خوشحال بشی. من و جنت یه مدتی با هم به هم زدیم. تو نمیدونستی نه؟ واقعا؟ نه من نمیدونستم. ولی فیلیپ میدونست. تو میدونستی؟ یه چیزایی شنیده بودم، ولی من اصولا خیلی به این شایعه ها گوش نمیدم. آره معمولا میدونی جنت و دیوید با هم دیگه مهم نیست، ولش کن. میدونی من همیشه حس عجیبی نسبت به تو داشتم. به نظر من تو خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی توی مخ زدن دختر استاد. منظور چیه؟ سلام جنت، مراقب موهام باش، چند ساعت میکشه تا حاضر بشه. وای چه بوی خوبی میدی. این همون عطر گندیه که پارسال ژانویه برام خریدی. بعدت میاد میتونی نزنی. نه شده. سلام فیلیپ. سلام جنت. سلام خانم نیکسون. خیلی خیلی ممنونم. شنیدم قرار تو تنها کنسرت بدی. خیلی عالیه، واقعا خوشحالم برات. ببینم این قیافت مثل ما شده. راست میگه، خیلی ناز شدی. حالا چطوره جنت؟ سلام کنت، خوب فکرتون رو به کار انداختیم، من بهتون تبریک گفت. حالا چطوره کنت؟ خوبم مرسی. کار جدیده چطور پیش میده؟ کار جدیده چی هست مگه؟ دارم یه مقاله خسته کننده می نویسم راجع به زیبایی اندام. اون دفعه برای کی؟ یه مجله کوچیک نامرتب به اسم گیورک عزیزم. فیلیپ، به جز آقای کنتلین و خانومش کسی دیگه ای هم میاد؟ رنده یه دقیقه بیا. آره، یکی از چهره‌های فرهنگی، رابرت کادل. چقدر منظره نیویورک از اینجا قشنگه. وای چقدرم بلنده. برای چی کنتو دعوت کردی؟ چرا کنتو دعوت نکنه؟ برای اینکه من الان با بهترین دوست اون نام زدم. دیوید؟ آره دیوید. ببخشید ولی واقعا سخت آمار و اشاقتو نگه داشتن. اول من، بعد کنت، حالا دیوید. اصلا چی شد که دیویدو به کنت ترجیح دادی؟ واضحه برای اینکه قشنگ‌تره. چرا نمیگی پولدارتره؟ وای خفه شو.
پس رابرت کادل هم میاد. آره ولی آدمی نیست که خیلی بشه روش حساب کنه. رابرت کادل مدیر مجلس شما سه تا بامزه. چهار تا بامزه. اون خودشو میکش بلکه یه چیزی هم به دیوید یاد بده. آدم عجیبیه ولی من دوستش دارم. آره تو همیشه دوستش داشتی. چه جلسه‌های مفصلی که تو و رابرت با هم نداشتی. این برندن عادت داشت ساعت‌ها بشینه پای صحبت‌هاش. برندن پای صحبت کسی بشینه. با آدم جالبی باشه. آره یه چیزای عجیبی هم بهت میگفت یادته؟ آره فکر کنم منظورت مخالفت با قوانین قراردادی جامعه باشه. رابرت اعتقاد داره که جنایت برای اغلب مردم جرمه اما برای ده کمی هم امتیاز. دقیقاً. امتیاز یعنی وایسا میام یه کار کنم اینجا همش زنگ می‌خوره. بیا تو، آنیتا بیا. زنم مریض بود، به جاش خواهر زنم رو براتون آوردم. آنیتا، خانم اتواتر، مدتیه پیش ما. خیلی متشکرم از دعوتتون. من دو هفته از نیویورکم، خواهرم فقط خیاطی میکنه، هلیا فقط کتاباشو تمیز میکنه. همش که تمیز نمیکنم، اون مثلا یکیشو استثنا کردم. دو هفته ای که نیویورک بودم، این دومین مهمونیه که من رو متشکرم. تو دو هفته دو تا مهمونی کمه. نه کمه. راستی خانم چشون شده، من نگران شدم. چیز مهمی نیست. سرماخوردگی این وقت زاد خیلی خطرناکه. ببینم بخور دادن خوابیدن تو رخت خواب که فراموش نکنی. دیفی. نه نه فکر کنم اشتباه گرفتین. ایشون کله دارن ساسا. بله متوجه شدم. سلام مانیکا. تقصیر تو نیست. بس که کتاب می‌خونی چشات ضعیف شده. چطوری کنت؟ سلام آقای کنتلی. تو کتاب نمی‌خونی نه؟ من نه متأسفم. پیداست. سلام آقای کنتلی. سلام جنت. جنت خوبی؟ قبل اینکه بیام داشتم یه نگاهی به توالت می‌انداختم. همه ستاره‌ها گفتن به زودی با یه پسر قد بلند مومشکی که یه پدر دوست داشتنی هم داره ازدواج می‌کنه. خیلی تعجب کردم، انتظار نداشتم. بس کنانی تا خودم دو هفته پیش همه اینا رو بهش گفتم. خودت به هم گفتی ولی همه ستاره‌ها تایید کردن. فیلیپ مورگان. سلام، خوشبخت. سلام، آنیتا هستم. سلام فیلیپ. سلام. براتون نوشیدنی میارم؟ بله لطفاً یه لیوان کوکا با یخ. میدونین پدر من عادت داشت هر روز ساعت 11 یه لیوان کوکا با یخ میخورد. هنری از این عادت‌ها نداره. وای فنتین چیزی میل دارین؟ پدر من از این عادت‌ها نداشت. اگه میشه برای من یه لیوان آب پرتقال لطفاً. آره چی؟ دیوید نیومده؟ نه. دفعه میگم با شما میاد. با ما نه. زنگ زد گفت اینجا ما رو میبینه. از کجا زنگ زد؟ نمیدونم خدمتکار خونه باش حرف زد. از کلوب. آره از کلوب. آره میدونی که داره خودشو برای امتحاناش آماده میکنه. میاد الان میاد. دیوید انقدر باهوشه اصلا احتیاجی نداره درس بخونه. بله مخصوصا که مشوقی مثل تو هم داره. خانم کنتلی چطوره؟ اونم بد نیست، البته دیشب کمی سرما خورد. خدا کنه دیوید زودتر بیاد یه زنگ به مادرش بزنه، نگران بود. میخوای من به مامانش زنگ بزنم بگم دیر کرده؟ تو بزنی؟ نه لوس میشه، نمیخواد ولش کن. خب اصلا شاید رفته باشه مامانشو ببینه. شاید. برنده میشه من تلفن بزنم؟ آره حتما. تو اتاق خواب. وای چه جای خوبی. نوشیدنی میخوای؟ بله. آقای کنتلی. نه متشکرم. چه جوون جذابیه این برنده. نه کاش دیوید ما هم اینجوری. بخش. خیلی. بفرمایید خودم درست کردم. هنوز سوامش نکردی؟ من نه زیاد نمیخورم. میشه اینو بدی به جنت؟ آره ولی چرا نه؟ نمیدونم تو اتاق خواب فکر کردم شاید دوست داشته باشی اینو بهش بدی. بعدم لابا دوست داری. دیوید بیاد و ما دوتا رو توی اتاق خواب با هم ببینیم. نه دیگه زیادی اونو غافل گیر میکنه. گفتین 14 جولای. بله. جالبه. شما یعنی میتونید از روی تاریخ آینده رو پیش بینی کنید؟ نه من فقط قواعد نجومی رو تجزیه میکنم. من مطمئنم شما تو کارتون خیلی خوبه. متشکرم. دوست دارید آینده‌تون رو براتون پیش بینی کنم؟ حتما. گفتین 14 جولای درسته؟ بله. ببین تو میتونی چون تو فرزند ماهی، باید تحت تاثیر ماه باشی. میتونم کف دستت هم ببینم؟ آنیتا. لطفاً. احیانا ساعت دقیق تولدت که یادت نمیاد. دیویده اومد. چه انگشتای قوی و هنرمندی داری. من مطمئنم این دستا تو رو به اوج شهرت میرسونه. میخواستین راجع به کنسرتش بگید. بله. تو جوون شایسته ای هستی برندن. واسه همین من خیلی خوشحالم امشب اومدم اینجا از نزدیک ببینم تو چیکار کردی. منظورت چیه؟ ها؟ کلکسیون تو میگه دیگه. آه. آره. ممنون. خانمتون سلام رسوندم. متشکرم. دیوید اومد. اچ عالی. خیلی خوش. اما ویلسون. شب همگی خوش. به به به.
چطوری؟ دیدی تکنیکت خیلی عالی شده. کم کم فکر کردم فراموش کردی. نه تو که منو میشناسی. سلام. سلام خانم زیبا. آنیتا هستم. خوشبختم. آقای کتین، آقای کادر. خوشبختم. سلام. آقای کادر، مدیر مدرسه شبانه روز. وقتی بودم. پسر من یه مدت شاگرد شما بوده. دیوید. آه بله، دیوید سنتلی. بله. سلام آقای کادر. دوشیزه جنت، حال شما چطوره؟ شما منو میشناسی؟ بله، از برندن درباره‌تون شنیدم. چی گفت؟ تعریف کرد؟ مگه لیاقتشو داری؟ کنه فلورنس کوچولو که دیگه بزرگ شده. سلام آقای کادر. دیگه هرجوری میخوای منو صدا کن، اینجا که مدرسه نیست. فیلیپ، تو اصلا تغییر نکردی. خیلی خوشحالم که میبینم. برای چی خوشحالی؟ همینطوری میگم. آه همینطوری خوشحالی. منم همینطوری خوشحالم. این که کوکاست که. کوکا بهم میدی؟ پارتی نداری؟ چرا بعد فکر کردم پشت تلفن بهت گفتم که ما امشب یه مهمونی گرفتیم که آقای کنتلین کتابای منو ببینن که یهو موضوع رفتن فیلیپ به ییلاق پیش اومد. بله بله اینا رو گفتی ولی خب پشت تلفن پس یادت اینا رو بهت گفتم. بله خب باور کن این حقیقتو بهت گفتم. تو مدرسه‌م هر وقت یه چیزی هیجان زدهش میگن به تته پته میافتن. خیلی خوش اومدین آقای کادر. این ما خوردنی شده. از اون کلی پیش کاکی دوست داشتیم برای تو خریدم. ولی دیگه دوست ندارم. واقعا؟ نه شوخی کردم. حالا میدونم تو خیلی بلایی. خیلی خب این دست به کار بشین دیگه منو برام بقیه غذا رو میارم. آقای برندن من اونو پیداش کردم. باور کن که من کوچکترین اطلاعی ندارم که راجبه چی هست. فکر این کدبانو برای خود بکن، من به زودی اینو میدوستم. کاش که دیوید زودتا برسه. راستی دیوید کجاست؟ میاد تو راه. اطلاعی ندارم ولی مثل که آقای کنتی دل با پسنانه. شما چطور؟ من؟ نه من فقط گرسنم. پس بفرمایی برانه دلیل خاصی داره که من غذا رو کاسونی گرفتم امشب. میگم دلیل خاصی داره که اینجا داری از ما پذیرایی میکنی؟ نه 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 فقط امشب به خصوص من اتاق غذاخوری رو مبدل کردم به کتاب. آو چه حالی. بله ولی با یه اعترافی بکنم من جیمز میسون رو به اندازه ارول فلین دوست دارم. من که کری گرانت رو ترجیح میدم. همه که من میمیرم براش. ماه بز به دنیا آمده، بزم جست و خیز میکنه، آدم دلش میخواد بگیرتش. هنرمندانه. بله خیلی. یه فیلم پارسال بازی کرده بود، هوا نورد، شگفت زده کرد منو. بعدش هم یه فیلم دیگه بازی کرد، اسمش بود فکر کنم یه چیزی از یه چیزی. آنیتا. نه اون نبود اسمش، ولی یه همچین چیزایی بود اسمش. شما میدونین کدوم فیلمشو میگم؟ نوک زبونه. همون که برگمن بازی میکرد. اونم زنه با اصالتی، از اونم خوشم میاد. شما چی؟ قیافه دختر بود. ببخشید من اگه جای تو باشم زیاد چیزی نمیخورم، کالریشون زیاده. فیلیپ چرا به آنیتا کمک نمیکنی غذا بکشه؟ من واقعا از همه شما عذر میخوام. نمیدونم چرا دیوید اینقدر دیر کرد. نه آقای کنتلین، قطعا دیوید میخواد بیشترین استفاده رو از تعطیلاتش بگیره. بله ممکنه، ولی به هر حال نباید دیرتر از استادش میومد. نه اشکال نداره. جوجه یا قلمه؟ مهم نیست، از هر کدوم یه خورده براش بذار. فیلیپ خودت چی؟ جوجه نمیخوری؟ من نمیخورم. یعنی دوست نداری؟ نه میل ندارم. یعنی چی؟ خب حتما یه دلیل داره دیگه، مگه میشه کسی جوجه میل نداشته باشه؟ هیچ دلیلی نداره جنت. فروید میگه برای هر چیزی یه دلیلی هست، مگه نه آقای فادر؟ تا اونجا که من یادمه فیلیپ هم یه دلیل مسخره‌ای برای این قضیه داشت. اینجور نیست برندن؟ دقیقا. موضوع برمیگرده به 3 سال پیش توی کانسیکا. میدونی که مادر من اونجا ایلاق داره. ما یه روز رفته بودیم اونجا و قرار بود که کباب جوجه بخوریم. عصر بهاری دلانگیزی بود. تنین کلیسا از یه سمت میومد و فیلیپ توی حیات آماده بود که سر یکی دو تا جوجه رو بکنه. این معمولا کاری بود که با استادی انجام میداد، ولی متاسفانه این بار اصلا موفق نبود، چون یهو سر میز شام یکی از جوجه ها پاشد و شروع کرد به راه رفتن، درست مثل لازاروس که مسیح زندش کرده باشه. دروغه، داره دروغ میگه. من تا حالا تمام عمرم کله یه جوجه رو نکندم. برندن اینقدر نکی از خودت قصه نساز، تو که میدونی من تا حالا کله یه جوجه رو نکندم. فیلیپ حالا یه جوجه مرده که دیگه اینقدر سر و صدا نداره. من نمیفهمم، خیلی خنده داره. من از طرف خودم اون از همه عذر میخوام. بله بهتر تمومش کنیم، ولی به جای جوجه کله هم دیگه رو میکنن. واقعا میکنن آقای کادر؟ نه خانوم معلومی که نمیکنن، ولی به هر حال حیثیت یک مرد در خطره. میدونین
جوجه مثل خانمای زیبا یا پول زیاد میتونه انگیزه ای برای جنایت باشه. یعنی شما میخواین بگین که به طور کلی با انجام جنایت موافق نیستین؟ ولی من نیست جنایت اصلا اینطور نیست. خیلی هم با انجام جنایت موافقم. میدونین چه مشکلاتی رو حل میکنه؟ مثل فقر، بیکاری، ایستادن تو صف بلیط نمایش. وای من یه بار تو صف خرید بلیط یه نمایش موزیکال انقدر عذاب کشیدم که نمیدونین. میدونین کدوم نمایش رو میگم شما؟ بله بله همون نمایش یه چیزی از یه چیزی رو. شما تا حالا توی صف رستورانای گران قیمتش شیک پر مصرف خیلی زیاد. خیلی. میدونین میتونین با یه ضربه کارد راتون رو باز کنین. حتی لازم نیست که جسد گارسونه رو دور بزنید. میتونین از روش رد بشین و میزتون آماده است. شما خیلی بامزه. من اگر منشی یه هتل بودم به راحتی با کارد آدم میکشتم. تو اصلا این کاره نیستی. چون هیچ وقت خدمه هتل با کارد آدم نمیکشن که نه. اونا قاتلین متخصص شکنجه تدریجی هست. اما صاحبین هتل قضیهشون فرق میکنه. گوشو به هم میدم میگم بفرمایید سویت میخواستید؟ بله. با ریسپشن تماس بگیرید ترتیب کارتون رو خواهد. خیلی تئوری جذابی آقای کادل، ولی اگه شما واقعا بهش اعتقاد داشته باشین اینجوری راحت آدم ها سر همدیگر رو میبرن. نه اینجور نیست. زیرا خانم من باید بهتون بگم که از نظر من جنایت یک نوع هنره. هنر زیبا نیست ولی حتما هنره. میدونید هنرمند این هنر انسان برتره و قربانیش انسان پستر. و در ضمن زندگی انسانهای پست چندان اهمیتی نداره. دقیقاً. ولی برندن من با نظر افراطی‌ها که میگن در تمام فصل‌های سال میشه آدم کش اصلا موافق نیستم. به نظر من فقط در روزهای به خصوصی مثل مثلا روزهای اعدام. خیلی عذر میخوام ازتون. شاید فکر کنید من چون پیرم دارم این حرفو میزنم ولی به هر حال باید بهتون بگم من یکی شخصا به هیچ وجه از اینجور شوخی‌های بی‌مزه خوشم نمیاد. من تو مادر عرض کنم که اصلا شوخی نبود آقای کندی. یعنی چه؟ یعنی میخواین بگین شما واقعا با این تئوری موافقی؟ چرا نباشی؟ منو دست میندازیم. نه چرا فکر کردید داریم دستتو میندازیم؟ ببین برندن این تئوری که جنایت یه جور هنره و افراد خاصی هستن که میتونن هر لحظه دلشون بخواد در لحظه نه در مواقع مختزی. نه حالا فهمیدم شوخی دارید میکنید. من مرد جدی هستم آقا. در این صورت میتونم ازتون بپرسم چه کسایی هستن که میتونن تصمیم بگیرن زندگی دیگران پست و بی‌ارزشه و هر وقتی دلشون خواست میتونن اونا رو قربانی کنن؟ کسانی که امتیاز جنایتو دارن. و این افراد کیان؟ من، فیلیپ یا حتی رابرت. آه، کنه تو رو به حساب نیاوردم. من دارم با شما جدی صحبت میکنم. هم همینطور آقای کتلین. متاسفانه تعداد کسانی که عاقلانه فکر میکنن و به قواعد و رسوم جامعه پایبندن خیلی کمه. خیر و شر، خوبی و بدی اینا فقط به درد آدمای عادی میخوره. ببینم نکنه شما پیرو تئوری نیچه هستین؟ آن تئوری انسان برتر. آمدم. هیتلر هم پیرو به همون تئوری. هیتلر یه وحشی بود آقا. افراد برتر اون همه آدمای توهی مغز و جنایتکاری بودن که زندگیشون ابدا اهمیتی نداشت. من اگه قدرت داشتم همه‌شون رو اعدام می‌کردم. ولی بهتون اطمینان میدم قبل از اون احمقا رو می‌کشتم. تمام احمقایی که متأسفانه تعدادشون تو این دنیا اصلا کم نیست. خیلی هم زیاده. در این صورت باید بهتون بگم متأسفانه منم باید به دار بکشید. برای اینکه منم اینقدر احمقم که هنوزم نمی‌فهمم بالاخره شما جدی می‌گید یا دارید شوخی می‌کنید. ولی به هر حال باید بهتون بگم دیگه نمی‌خوام ادامه این بحثو بشنوم. شنون تو این به تمدنی می‌دونم که بشر امروز بهش رسیده. تمدن بشر؟ بله. فکر کنم منظورتون همون تمدنیه که اساسش رو فریب و ریاست. شاید. من مطمئنم رابرت اونقدر آدم باهوشه و اونقدر خلاقیت داره که میدونه راجع به تئوری هست. کافیه دیگه. بس کن. با تو بود. گفت بسه. دیگه نمیخوام بشنوم. فیلیپ، میتونم خواهش کنم که هر وقت قراره آقای کنتلین کتابا رو ببینن من همون کتابا رو ببینم؟ حتما، باید بریم تو اتاق لال خوری. من واقعا عذر میخوام. مهم نیست پسر، فراموش کن. آقای کنتلین، میخوای کتابا رو ببینی؟ آره، آره، خیلی دلم میخواد. ولی اگه اشکال نداره قبلش میخوام یه زنگ به خونه بزنم. بزنم، نگران دیویدم. آن
شنان درباره تئوری انسان برتر داد سخن داده بودی که فکر یه چند تا انسان پس سادی کنار دستت بود گذاشتی برای اینکه بکنی. من فرزند هوسم، هیچ بعید نیست. آقای کادل، من فکر کنم ماه عقرب به دنیا اومده. بله خانم، ممکنه. شما کتاب طالبینی اینا رو دیدین؟ نه. کتاب بزرگ نفیس. به میتونم افتخار این داشته باشم که نشونتون بدم؟ کمال میل، میدونی چون من مطالعه خیلی علاقه دارم. بله. شبا حتما قبل از خواب دو سه صفحه کتاب میخونم، باعث میشه راحت تر بخوابم. شما قبل از خواب چی کار میکنی؟ من قبل از خواب قطعا کتاب نمیخونم. کنت چرا یه صفحه نمیذاری؟ معمولا تو اینجور مواقع موسیقی ملایم کارو میندازه جلو. یعنی واقعا آدم موسیقی بدجنسی. من تو رو کشونده اینجا بعد میگه موسیقی ملایم بذار. ناراحت نشو جنت، میشناسیش دیگه، اون همیشه از اینجور کلک ها میزنه. من میرم اتاق روبرو. میری کتابا رو ببینی؟ نه، میرم برنده منو ببینه. مهمه اون چی فکر میکنه؟ من میتونم اون چی فکر میکنه، اون فکر میکنه من برای این با تو به هم زدم که دیوید از تو پولدارتره. مثل که خیلی خوشحالی الان از این وضعیت رو. برای چی باید خوشحال باشم؟ ببین تو دیوید دوتا دوست صمیمی بودین، درست. اصلا من مقصه، من دختر احمقیم. اون آهنگ مزخرف چیه؟ اون شبه یادته که منو بردی کافه گفتی میخوای با هم به هم بزنی؟ دیوید دقیقا همون شب منو با خودش برد بیرون. دیوید؟ آره. ببین من خیلی آدم زرنگی نیستم، فکر نمی کنم تو هم باشی. چرا، چه ربطی داشت؟ بخاطر اینکه وقتی من اومدم اینجا برندن یه تیکه انداخت. نمیدونم چرا همش احساس میکنم میخواد یه کاری بکنه که منو تو دوباره با هم برگردی. چی؟ یعنی اصلا قبل اینکه من بیام اینجا میدونست منو تو با هم به هم زدی؟ حتی میدونست تو با دیوید دوستی، به هم زدی؟ برندن یه دقیقه بیا ببینمت. جنت برندن! چی؟ چی تو سرت میگذره؟ خب برم برا دکم قهوه بیارم. سب کن ببینم چجوری به خود جرأت دادی به کنت بگی دیگه لازم نیست رابطه منو دیوید نگرانش باشه. من دقیقا همچین چیزی گفتم؟ یه چیز تو همه مایه ها گفتی دیگه. ببین جنت، واقعا بعضی زن ها موقعی عصبانیت جذاب میشن، ولی تو اصلا اینجور نیست. بس کن دیگه برندر، نمیخواد جنتلمن بازی در بیاره. من فکر نمی کنم اصلا قرار باشه دیوید امشب بیاد اینجا. صبر کن ببین. مجبور نیستم صبر کنم، هیچوقت انقدر دیر نمیکنه. اگه میخواست نیاد زنگ میزنش. من فکر کنم تو عمدن این کاری کردی نیاد امشب. چه آدم باهوشی ام من. اصلا من میفهمم تو آدم نیست واسه آقای کنتلی میخوای مهمونی بگیری. خوش بگذره بهت. جنت اهمیت نده بهش. جنت اینجا چه خبره؟ جنت استاد اینه که موقعیت رو بغرنج نشون بده. تو چته؟ منظورت چیه؟ من شنیده بودم که تو همیشه به مهمونات میرسی، هواشون رو داری. متوجه نیستی که این دختر بدبخت نگران دیویده؟ در واقع منم نگران دیوید هستم. اما ظاهرا تو این حس اون همه اشتراک نظر نداریم. تو تا ظرف برداشتی نا بکاده؟ بله اما یکی برای تو، یکی هم برای خودم. علی ظاهرن کسی غیر از من و تو علاقه ای به ذرت و شیری نداره. بله، اگه یکم خون سرد باشن حوصله خوردنم پیدا میکنن. خودمونی ما، این بار خیلی عجیبه. البته برای من اصلا تعجب آور نیست. چرا نیست؟ برای اینکه من از صبح پیش بینی همین وضع میکردم. میدونی امروز هر دوشون از دنده چپ بلند شدن. تمام روز حالتشون غیر عادی بود. یعنی چی؟ من این اولین دفعه است که براندن اینجوری میبینم. معمولا اینجا من هر کاری که دلم بخواد میکنم، ولی نگاه کنی غذاهای من حتی دستم نخورده. مگه روز چه فرقی با بقیه روزا داشت؟ چه فرقی که نداشت. صبح رانده خیلی عجله داشت که من میز غذا رو بچینم و واقعا هم که من چه میز قشنگی چیده بودم. اصلا به اونم عجله که صبح داشت خیلی عجیب نیست. نگفتم که چرا؟ نه، ولی وقتی من اومدم براندن و فیلیپ خیلی دست پاچه و عصبی بودن. خیلی. شما هم چیزی حدس نزدیم؟ ببینم شما فکر کنید من اگه چیزی میدونستم بهتون میگفتم. نمیگفتی؟ آخه چرا بگم؟ چرا نگی؟ من که دلنم نیستم. اصلا اینا کار منو دو برابر کردن. حالا من باید برم اونجا دسته دسته کتابا رو بیام بچینم تو همین صندوق که چی از اول باز داری راجع به میز غذایی که چیده بودی سخنرانی میکنی؟
اتفاقا اینطوری خیلی بهتر شد خانم ویلسون، چون مهمونای مجبور نیستن از این اتاق برن توی اون اتاق غذاشون رو بکشن و بیان این بر بخورن. ولی این همه را رفتن دسر. خانم ویلسون لطفا از مهمونا پذیرایی کنین. بله عرض نکردم امروز از دنده چپ بلند شدن. من که پارکیت شدم. فیلیپ ممکنه به من بگی که امشب اینجا چه خبره؟ منظور چیه؟ خب منظورم اینه که یه ذره ببخشید رفتاراتون میشه این چراغ رو خاموش کنی؟ وقتی ساز میزنم نورش اذیتم میکنه. بله حتما. میدونی وقتی من سوال میکنم و جوابی نمیشنوم یه کمی دلخور میشم. من ذاتاً مرد کنجکاویم. مگه از من سوالی پرسیدی؟ بله فیلیپ، من از تو سوالی پرسیدم. نفهمیدم راجب چی بود؟ پرسیدم امشب اینجا چه خبره؟ معلومه دیگه، مهمونیه. بله اون که معلومه، ولی یه ذره مهمونی عجیب و غریبه، اینطور نیست؟ رابرت لطفاً رمزی صحبت نکن، اگه چیزی میخوای بدونی بپرس. نه رمزی صحبت میکنم نه چیزی میخوام بدونم، فقط به نظرم یه ذره رفتارهای شما سوء زن برانگیزه. همین. چرا بلند شدی؟ میخوام برم برای خودم نوشیدنی بریزم. اجازه میدی من برات بریزم؟ خواهش میکنم که تو ادامه بده، خیلی قشنگ میزنی. یخم برات بریزم؟ نه متشکرم فیلیپ، من میتونم اینو ببرم؟ برندن گفت این مال توه، میتونم امانت ببرم؟ دیوید میخواد بخونه. حتما. متشکرم. برم دیگه، گفت حتما، یعنی میتونم ببرم. میذارم برات اینجا. تو هنوز هم با اینا تمرین میکنی؟ بعضی وقتا. مگه اینا مال آدمای مبتدی نیست؟ یعنی میخوام بگم که شنیدم چی میخوای بگی رابرت. حالا من ازت میپرسم، تو دقیقاً به چی شک داری؟ به چیزی شک ندارم فیلیپ، من فقط یه کمی نگران دیویدم. تو میدونی که اون کجاست؟ نه نمیدونم. تو نمیدونی ولی معنیش اینه که برندن میدونه؟ چرا باید برندن بدونه؟ اصلا به من چرا از خودش نمیپرسی؟ سعی کردم ولی اون داره وانمود میکنه که خیلی خیلی میزبانی داره میکنه و حواس همه مهمونا رو داره پرت میکنه به جای دیگه. چرا میخندی؟ برای که مسخره است. یعنی اسکلم کردی؟ نه فقط میخوام بدونم تو فکر میکنی اینجا دقیقا چه خبره. نمیدونم ولی میدونم که تو همیشه اصرار میکردی روی دونستن حقیقت و گفتن حقیقت، ولی امشب حداقل دو بار حقیقت رو انکار کردی و دروغ گفتی. بار اولش کی بود؟ اینجا وقتی که ایستاده بودی و میگفتی که به عمرت کله جوجه ای رو نکندی. تو اشتباه میکنی. اشتباه نمیکنم، یادت که میاد سال گذشته وقتی اومده بودم یه ایلاخ پیش تو و برندن، تو هم ملک مادری برندن، خودم دیدم و تو هم متوجه من شدی و امانی که داشتی توی حیات کله جوجه رو خیلی ماهرانه و البته با اشتیاق میکندی. من نگفتم تا حالا کله یه جوجه رو نکندم، منظورم این بودش که قصه برندن واقعیت نداشت. ولی دقیقاً این چیزی بود که گفتی. برای اینکه فکر کردم موضوع جالبی موقع شام خوردن نیست. به نظر من که اشکالی نداشت. ولی به نظر من داشت. خب حالا که موقع شام نیست، الان چرا داری دروغ میگی؟ برای اینکه نمیخوام بشینم اینجا به سوالای تو جواب بدم. ببین فیلیپ، واقعا نمیخوای به سوالای من جواب بدی یا اینکه نگران هستی؟ واقعا خیلی خوشحال شدم که تشریف. ممنونم، تو خیلی دست و دل بازی بود. مطمئنم که شما خیلی بهتر از من مراقب این کتابای قدیمی هستید. لطف. چی شد؟ از چی ناراحتی؟ ما نمیخوایم که کتابا رو به آقای کنتین ببره؟ نه فقط به نظرم خیلی بی سلیقه بستتشون. ببخشید خبری از دیوید نشد؟ دیوید قطعا میتونه مراقب خودش باشه. بله اینو میدونم، ولی عجیبه که نیومده تا الان زنگم نزده. هر وقت میخواست دیر بیاد حتما زنگ میزد. بله دیوید خیلی بخشناسه. البته آدما تغییر میکنن. من خودم یه خانمی زنگ زده میگه با آقای کنتین یا خانم ادواتر کار داره. عجیبه، بذار من میرم باهاش صحبت کنم. انتهای سالن سمت چپ. اولین اتاق.
دیوید خونه باشه؟ نمیدونم، امیدوارم. نمیخوام ناامیدتون کنم، ولی اگر دیوید خونه بود حتما خودش تلفن میکرد، نه که خانم کلیدی تلفن کنه. حداقل اون دیویدی که من میشناختم، مؤدب، وقت شناس، هنوزم همین جوریه. فقط کافیه بفهمیم که امروز بعد از ظهر دیوید کجا بوده. اگر این رو بفهمیم خیلی چیزا برامون روشن میشه. اینطور نیست برندن؟ قطعا خیلی چیزا روشن میشه. شاید رفته باشه خونه برادوی، اونام امشب مهمونی داشتن، یا اصلا شاید رفته خونه تو قبل از تو. نه من زنگ زدم برنداشت، حتی پیغام گذاشتم که رسید ببینه. خب پس با این حساب نمیدونیم که دیوید. ببخشید اگه منظورتون همین امروز بعد از دوره که شکی وجود نداره دیوید کجا هست؟ کجا؟ برای اینکه به خونه زنگ زده، با خدمتکار خونه صحبت کرده و گفته که تو همون لحظه داشته تو کلوب با دوستاش تنیس بازی میکرده. آه خیلی جالبه. بنابراین میدونیم که دیوید احتمالاً بعد از ظهر رو در کلوب بوده و تنیس بازی میکرده و احتمالاً یکی از دوستاش رو دیده و تصمیم گرفته که شب رو با اون بگذرونه و پیش ما نیاد. کنت، تو احیاناً امروز بعد از ظهر تو کلوب تنیس هم بودی؟ من نه، ولی کاش بودم. خب، برندن و فیلیپ هم که حتماً نبودن. نه، ما مشغول کارهای مهمونی بودیم. آره، به نظر میاد که شما امروز بعد از ظهر کارهای زیادی داشتید. تلفن چی؟ هیچ تماس تلفنی هم بینتون برقرار نشد؟ اینکه مثلا دیوید زنگ بزنه بگه که من امشب نمیام یا دیرتر میام؟ نه. نه نه، ما آخری بار فقط برای مهمونی دعوتش کردیم. عجب. عجیبه، من گمان میکنم که امروز صبح شنیدم که دیوید داشت تلفنی با فیلیپ صحبت میکرد. ها؟ آره فیلیپ. آره من یادم رفت بگم. خوب آره؟ باش حرف زدی؟ راجع به مهمونی؟ میخواستم بهش بگم چه ساعتی اینجا باشه. پس یه رو به من نمیتونی نیست. نه؟ اینا رو بذاریم برای فردا. فردا؟ آره. من نمیتونستم فردا قراره بیام. هنری! هنری، علیس گفت هیچ خبری از دیوید نداره، خیلی نگرانه. من خودم الان باش صحبت. نه گوشیو قطع کرد، زد زیر گریه. چرا؟ گفت بخاطر به هر کسی فکر می‌کردم زنگ زدم، هیچ کی از دیوید خبر نداره. گفت من مطمئنم یه بلایی سر دیوید اومده، می‌خواست زنگ بزنه پلیس. پلیس؟ آره. لزومی نداره. به دیوید که بچه نیست، میتونه از خودش مراقبت کنه. بعدش ما داریم میریم خونه. آره. برادر ببخشید، من باید برم خونه، زنم به من احتیاج داره. بیا بریم. منم باهاتون میام آقای کلی. آقای کلی کتاباتون قربان. اجازه بدید من براشون میبرم. سنگ. کنه تو میخوای با ما بیای؟ شهر کمک. مگه خبری از دیوید شد؟ حتما به من اطلاع. حتما نگران. همتون منو ببخشید، من نگران زنم هستم. خدا نگهدار. خیلی ممنون از پذیرایتون. خدا. برادر خیلی ممنون. شما خیلی خیلی ممنون که اومدید. فیلیپ خیلی خوش گذشت. مرسی. اینم کلاه شما. من کلاه فرشم. دارم عاشقش میشم. به نظرم باید این مهمونی رو با خط طلا تو تاریخ بنویسم. به من که خیلی خوش گذشت. آره میدونم. به منم میتونست خیلی خوش بگذره اگه رابرت اینجا نبود. رابرت؟ چرا؟ به من که خیلی کمک کرد اون حرفایی که دلم میخواد به اون احمق بزنم. دقیقا همون شرایطی که میخواستم و تو مهمونی برام فراهم کرد. همون شرایطی که میخواستی؟ اصلا میدونی چقدر منو سوال پیچ کرد؟ راجبه چی؟ موضوع سوال مهم نیست، مهم اینه که تو به کار خودت مشغول بودی و اون ایداش از من سوال میپرسید. چه کاری؟ همون بستن کتابا اون شکلی با تناب. با مزه نبود؟ من فکر کردم تو خوشت اومده. نه، اصلا خوشم نیومد، خیلی هم بدم اومد. ویلسون هنوز اینجاست. خیلی بچگی کردی که تو جمع اونجوری سر من داد زدی. هیچ لزومی نداشت اون قصه رو توی جمع تعریف بکنی. تو همیش لزومی نداشت که اینجوری سر من داد. با این کارت همه به من شک کردن. من ادعا نکردم آدم عاقلیم. آره ولی اصلا حرف من این نیست. مهمم نیست. مهم اینه که آقای برندن شو لذت بردن. نه؟ آقای برندن مهمونی دادن، آقای برندن کوکا سرو کردن و آقای برندن شاه خیلی خوش گذشت.
ولی من شب وحشتناکی رو گذروندم. اگه بیشتر بخوری صبح وحشتناکتره. مهم نیست، مهم اینه که حداقل صبح من خودمه. چند روز میریم سفر، هر جا تو بگی، فقط باید یکی دو روز بایستیم آبا از آسیا بیفتن. همش دعا میکنم از خواب بیدارشم ببینم همه اینو خواب بوده. چرا؟ من خیلی میترسم برندت، میترسم گیر بیفتیم. نه، نباید بترس، ممکن بود گیر بیفتیم ولی الان دیگه اصلا. البته اگه شب از اینجا میریم. آره میریم. خیلی خوبه، براتونم لازمه چون حالتون هیچ تعریفی نداره. فیلیپ من دارم میرم، شبت بخیر. خوش بگذره. کی زنگ میزنی؟ گاراژ. الو، راندن شاه هستم، ممکنه ماشین من بفرستیم؟ من اون کرکره رو بفرستیم. سوری که ماشین منو آوردن، جواب بده. به همین زودی؟ شاید ویلسون چیزی جا گذاشته، جواب بده. نمیتونیم والمت کنیم، دیگه نیستیم رفت. با این همه لامپ روشن؟ جواب بده. سفر ازتون بگیرم. اصلا موزه نیست. فیلیپ ببخشید، واقعا معذرت میخوام که بخشت زدم. نه تو اصلا بخشت زدنش نکردید. ببخشید اگه امشب با کسی نجوشید. عیب نداره. میدونی کتی سیگار تو کجا گذاشتم؟ باز همین جا باشه. مطمئنم که اینجا جا گذاشتم. جای دیگه ای نرفتم. البته اگه یه روابط شناس اینجا بود میگفت که رابط کده تو داری دروغ میگی.
بعد منو مورد مطالعات روحی و روانی قرار میداد، بعد میگفت که تو عمدن قوطی سیگار تو اینجا جا گذاشتی تا دوباره به اینجا برگردی. ولی من چرا باید به اینجا برگردم؟ آره چرا باید برمیگشتی رابرت؟ بازه برای اینکه نوشیدنی دیگه با ما بخوری. بله با کمال میل. من مطمئنم که این سمتا بودم وقتی که خانم ویلسون کتابا رو آورد، من ازش گرفتم کتابا رو و بعد آوردم گذاشتم اینجا و اون موقع برندن رسید و من احتمالا خود سیگار اینجا ها از دستم افتاده دیگه. ها؟ فکر کنم بله حدسم درست بود. خودشه؟ اینجاست. چه جالب. خب پس من دیگه میتونم برم، دیگه مزاحمتون نمیشم، فقط اگر اجازه بدین نوشیدنی رو تموم بکنم و بعد برم. حتما. بازم کوکوس؟ خیلی خوب. باشه. مشکل نیست؟ میخواستم. آره. از نظر تو هم اشکالی نداره فیلی؟ نه. باشه. شب خیلی زیاد روه کرده و قاطی خود. نداره. پارتیه دیگه. باید. به هر حال شما هم کار دادین دیگه. باید اصلا اساسیتتون جمع کنیم بریم سفر. نه ما بستیم اساسمون قبل از مهمونی. همینه؟ آره. آفرین. تو فکر همه چی رو میکنی. پس کاری نداریم غیر از اینکه از مصاحبت همدیگه لذت ببریم. متنفرم از اینکه از پارتی زود برم. البته اونقدر نمیمونم که مجبور باشم شما رو تا دم ماشین بدرقه کنم. ولی یه کمی میمونم. این شب رو نمیخوام فراموش کنم. این شب باور نکردنیه. عجیبه. چندش آور. عجیب؟ عجیب؟ من گفتم عجیب برده؟ تو معمولا از کلمات به خاطر زیباییشون استفاده میکنی نه معنیشون. بله ممکنه. بله ولی چرا باید بگم عجیب؟ ما شاید به خاطر اینکه داشتم به دیوید فکر میکردم. چیه دیوید برات عجیبه؟ همین نیومدنش. به نظر تو عجیب نیست؟ اون آدم وقتشناسیه. احتمالا اتفاقی براش افتاده. نه چه اتفاقی؟ نمیدونم، شاید رفته زیر ماشین یا شاید هم دعوا و کتککاری و از اینجور چیزا. اونم تو روز روشن. اونم تو روز بله برندن، چطور باید فکرشو نکرده بودم؟ ممکن بود این اتفاق تو روز روشن افتاده باشه. ولی شاید هم اصلا اتفاق نیفتاده. اما اگر اتفاق نیفتاده پس دیوید کجاست؟ تو چی فکر میکنی؟ نکنه فکر میکنی که من دیوید رو دزدیده باشم؟ این شیطنت رو از زمان مدرسه همراه دوزدیده. سب کن ببینم، تو که فکر نمیکنی من عملا امکان انجام دادنش رو داشته باشم؟ من نمیدونم، احتمالا از پسش برمیای. چه فرقی داره تو یا من؟ تو اگه جای من بودی چه جوری دیوید رو از سر راه برمیداشتی؟ تو تو این چیزا از من ماهرتری. تفره نرو رابر، چی کار میکردی؟ اگر من قرار بود دیوید رو از سر راه بردارم دعوتش میکردم به یک کلوپ شبانه یا به یک بار خلوت یا اصلا به همین جا، جایی که مردم ما رو با هم دیگه ندیده باشن. آره اینجوری شاهدی هم نداشت. بله دیوید وقتی که میرسی دعوتش میکردم بیا تو، آدم سر وقتیه، دعوتش میکردم بیا تو، باهاش حال احوال پرسی میکردم، یک کمی با هم خوشو بش میکردیم، بعد کلاهش معذرت میخوام، بعد کلاهشو ازش میگرفتم میبردم بیرون، به جارخی آویزون میکردم، یه گیلاس مشروب براش میریختم، مینشست اینجا و بعد برای اینکه همه چیز عادی جلوه کنه و دیوید خیلی مضطرب نشه از فیلیپ خواهش میکردم که برام اون قطعه ای رو بزنه و بعد تنابی به دور گردن دیوید میداختم و دو سر تناب رو اونقدر میکشیدم اونقدر میکشیدم تا جسم بیجونش بیفته زمین. بعد کجا میذاشتیش؟ و بعد به کمک فیلیپ از در میبردیمش بیرون، از پله های عقبی میبردیمش پایین و میذاشتیمش روی صندوق عقب ماشین. اینجوری که میدیدن تو چی؟ گفتی اگه اتفاقی افتاده باشه روز روشن بوده، پس اینجوری که افتاده تو. حق با تو برنده. بله بنابراین ما صبر کنیم تا هوا تاریک بشه و بعد جنازه رو ببریم تو
توی ماشین. اما تا موقع بعد کجا بذاریمش؟ آره واقعا کجا؟ بس کنین دیگه این موش و گربه بازی رو. دلی پاک بشه. فقط معلوم نیست که اینجا گربه است که موش. خفش. رابرت. به من دستور نده برندن. ولی امشب خیلی زیاده روی کردم. با این حالش فکر کنم تو هم دیگه بهتر اینجا نباشی. بله منم همینطور فکر میکنم. البته اگه قصد از اومدن به اینجا چیزی جز پیدا کردن قوطی سیگارت نبوده باشی. برندن نکنه واقعا فکر میکنی که من به تو شک کردم که دیوید رو سربه نیست کردی؟ آره منظورم همینه. باید بگم که آره من کمی به تو شک کرده بودم، ولی این شکم تبدیل به یقین نمیشد اگه تو مرتب دست تو جیبت نگه نمیداشتی. هفتیره. آره شک کرده بودم، یه کمی هم ترسیدم، ولی خب این حرکت تو شکم تبدیل به یقین کرد. من واقعا منظورم میخوام اصلا به خاطرش تو رو مرامت نمیکنم، ولی آره ما چون داشتیم میرفتیم یه علاقه مادرم و چند باری اونجا دوست زده، برای اینکه امتر باشیم خواستیم با خودمون اسلحه ببریم. شنیدی رابرت چی میگه؟ اون فکر میکنه من اسلحه رو گذاشتم تو جیبم که اونو تحت ما دیگه باید بریم. مطمئنم تو هوای آزاد حالت خیلی بهتر میشه. بله من فکر میکنم هوای آزاد و روندن ماشین تو جاده خلوت تو این وقت شب برای فیلیپ خیلی خیلی مفیده. ضمناً حق با تو واقعا اون کتابا رو بی سلیقه بسته. چو نمیتونی بکنی چون من اول تو رو میکشم. همینو میخواستی دیگه نه؟ میخواستی که رابرت بفهمه که تو هنوز اون بچه باهوش تو مدرسه ای. من بهت گفتم و میفهمی، ولی تو از قصد دعوتش کردی. تو منو مجبور کردی این کارو بکنم. من ازت متنفرم. معلومه که نمیخواست این کارو بکنه، اون فقط مست همین نمیخواستم به دویم، ولی اون دعای ملخم شد. خب از حالا از من دور شد. آه خود جدی دارم میگم برندن، از من دور شد. تو که هزیونه اونو باور نمی کنی فقط مست. من خستم از این موش و گربه بازی، خسته شد مستر رو بر کرد. میخوای چی کار کنی؟ میخوام توی اون صندوق رو بکنم. مگه دیوانه شد؟ آرزو میکردم که دیوانه شده باشم. برو کنار. باشه اگه دلت میخواد توشو ببین، فقط امیدوارم از چیزی که اون تو میبینی خوشه بیاد. اجازه بده برای توضیح بدم. مگه میتونی توضیح بدی؟ دیگه باشه. معلومه که میتونم. حداقل به تو میتونم که توضیح بدم. یادت اول شب کفرین چی گفتیم؟ این که زندگی افراد پست برای کسایی که عاقلانه فکر میکنن هیچ اهمیتی نداره. یادته؟ بله یادم. خب
من و فیلیپ این نظریه رو به مرحله آزمایش گذاشتیم، چیزی که من و تو سالها راجع به شرط می‌زدیم، چیزی که آرمانمون بود و ما عملی کردیم، و من به خاطر تو این کارو کردم چون فهمی کردم طرفدار همین عقیده ای. من طرفدار این عقیده بودم برندن، تو هم طرفدار این عقیده بودی. تحسینت میکنم که پای عقیدت وایسادی، ولی نمیتونم تحسینت کنم که به همراه فیلیپ به آزمایش رسوندیمش و بعدم انجامش دادیم. انجام این تئوری یعنی جنایت. تو من رو در مقابل تئوری خودم خجالت زده کردی، ولی ازت ممنونم، ازت ممنونم که خجالتم دادی. فهمیدم که آدم ها حق حیات دارن و ما حق قضاوت نداریم. کی گفته؟ کی گفته که شما دو تا انسان برترین و دیوید انسان پست؟ کی به شما اجازه داده که جون دیوید رو بگیرید؟ وقتی که داشتین جسمشو بی جون میکردین، وقتی که داشت زیر دست و پاتون زجه میزد، فکر میکردین خدایین؟ وقتی که داشتین رو تابوتش از ما پذیرایی میکردی، احساس خدایی میکردی؟ کالیگولا، اون پنجره رو باز کن. میخوای چیکار کنم؟ وایسا و ببین، پنجره رو باز کن برندن. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بیا بشی. مهم نیست که من با شما چیکار میکنم، ولی میدونم که قانون با تو چیکار میکنم، با هر دوتون. صبر میکنیم